بسیار تشکر دکتر سه. یک موضوع دیگه، شما از چین و روسیه و ایران یقینا این کشورهای هستند که خلاف پالیسی های امریکایی در اینجا حضور دارند. چند قبل هم به ارتباط فرموده شما کابلوف آمده بود کابل و ضمن یک هفته در کابل تیر کرد و بعد از او رفت به پاکستان، اوجه هم چند روز را تیر کرد و بخیالم به ایران هم سفر کرده بود. این تو گفته می شد که گویا کابلوف آمده به کابل به امر طالبان حدود 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری خر کرد و پسانه در بعض شبکه ای نشر شد که گویا اسلحه امریکایی را که به حدود 8 میلیارد دلار در افغانستان بر طالبان مانده، روسیه میخواد که اینی اسلحه را بگیره، از یا خریداری کنه و ببرشه در اوکراین، اوجا ازش استفاده کنه. من میفهم که این تا چه حدود درست خواهد باشه یا نخواهد باشه. آیا امریکا به همچو یک کار را اجازه خواهد داد که طالبان او اسلحه را سر روسا بفروشه و روسا از او استفاده بکنه در جنگ اوکراین؟ من این گزارش ها را دیدم محترم کاکر، اما فکر میکنم این برداشت های بسیار هر کسی که ایره پیش کرده بدون از این که سرش تعمق کنه که با این اسلحه بر روسا هیچ قابل استفاده نیست. قابل شما میفهمید که حتی یک اسلحه بسیار ساده تمرین ضرورت داره، مهمات ضرورت داره، کمک تکنیکی ضرورت داره اگه خراب شود. این اسلحه که در افغانستان هست امریکایی آمده، موترهای زیره هست به طور مثال، تفنگ است، ماشیندار است، راکت انداز مثلا است، هاوان است، یا بدر روس ها ایت نمیخورن. روس ها اردویش با یک اسلحه دیگه تربیت شده، تجهیز شده، فابریکاش مهماتش به خاطر دیگه تجهیز شده، ولی ای اسلحه اصلا بدر روس ها نمیخورن. این تبلیغات از لحاظ اصلا کاملا واهی است و فقط خط کردن موضوع است. آمدن سرمایه‌گذاری روسا موضوعی نیست که اسلحه امریکایی را از افغانستان بگیرن. روسا در اینجا حالا در افغانستان بسیار امکانات از این موجود است که سرمایه‌گذاری ها شود، چون اگر در جنگ در افغانستان نباشه، اگر در 40 سال جنگ نمی بود، در 40 سال جنگ نمی بود، افغانستان امکانات زیاد زیر داشت که از لحاظ مواد معدنی زیرزمینی به یکی از کشورهای صادر کننده مواد معدنی مبدل شود. من در وزارت پلان 12 سال کار کردیم. در وقت پلان افضالی داودخان من مدیر عمومی صنایع معدن بودم در وزارت پلان و همچنان منشی کمیته طرح توحید پلان افضاله بودم. در اونجا ما 63-67 پروژه صنعتی داشتیم در پلان شامل و همچنین پروژه های معدنی. او پروژه های معدنی که در پلان شامل بود مثل نفت، مثل آهن آجیگک، مثلا مثل عینک، مثلا نفت تفاصلات، نفت گاز شمال، جرقدق، قزلاز گاز در جوزجان، پروژه هایی که در برای نیمروز تعیین شده بود در قسمت تفاصلات نفت گاز و همچنان نفت سر پل در مزار شریف، یا این پروژه ها به مو شکلش در 50 سال دست نخورده باقی مانده. هیچ کدام از این پروژه ها دوباره استفاده نشده. این پروژه ها همچنان که تا تمام مطالعات پروژه سازی از بسیاری زیاد تکمیل شده، فیزیبیلیتی استدی های زیاد تکمیل شده، کتاب هایش موجود است، فقط به پول ضرورت داره و به کمک تکنیکی ضرورت داره. ما میبینیم که اخیرا چینایی ها توافقنامه را با طالبان امضا کردن که حوزه دریای امور از لحاظ تفحصات نفت و گاز چیز کنن، تفحص کنن، کاوش کنن، چوها بکنن و تعیین کنن که چقدر اینجا آیا منابع زیرزمینی نفت گاز وجود داره. این سرمایه ضرورت داره. ما در مشکل ما در طول همین 50 سال، در زمانی که پلان افضالی داودخان بود، و خب مشکل ما عدم موجودیت سرمایه بود. در زمان تمامی کمک های
خارجی برای این پروژه ها را به عنوان کمک های متوقعه در پلان 7 ساله در نظر گرفته شود. مثلا کمک متوقع سعودی، کمک متوقع کویت، کمک متوقع ایران و همچنان کمک متوقع شوروی در اعمار فابریک زباهن و استخراج حاجیگر. همه پروژه مثل عینک در زمان امر چینایا روی مباحثه بود، توافقهای با چینایا صورت گرفته بود. این پروژه ها اگر شرایط اجازه بده، یعنی در این جمعیت باشه و ما امکانات شده در داخل ما ایجاد کنیم، کاملا آماده برای سرمایه گذاری است. و به خصوص ای که ایران که ببخشید چین مناسباتش روز به روز با غرب خراب شده میره و به اساس از زیر فشار امریکایی ها استرالیایی ها دولت سابقی استرالیا روابط خود با چین خراب ساخت و در مقابل چین مجبور شد که از خریداری بسیار مواد معدنی استرالیا خودداری کنه. یکی اما یک قلم از اقلام صادراتی که استرالیا روان میکنه به چین سنگ آهن است. با وجودی که چین در ظرف 4-5 سال گذشته واین استرالیایی را نخرید، گوشت دیگه نخرید، غلجات را نخرید، بالی را نخرید، بسیاری اقلام دیگه صادراتی حتی زغال سنگ نخرید، کشتیهایش پر از زغال در دریا و در بحرا معلق ماند، یعنی بر ارزش میلیاردها دلار صادراتی که از استرالیا میشد ایره دیگه نخرید. اما از درک یک قلم که او سنگ آهن است، استرالیا تمام نقصایی را که کرد جبران نمود. سنگ آهن 1 تن قبل از بحران با چین در حدود 60-70 دلار بود. بعد از این که این بحران ها بین این کشور ایجاد شد، 1 تن سنگ آهن در چینایی ها از استرالیا 3 چند قیمت سابق می خرند. به این اساس سال گذشته استرالیا 110 میلیارد دلار، 110,000 میلیون دلار تنها از صادرات سنگ آهن مفاد کرده. این استرالیا که قدر غنی است، شما فکر می‌کنید با ارسال یک قلم صادراتی اون سنگ آهن است مفاد میکنه که یک پشت دیگه چیزا نگشت. شما فکر کنید که اگر چینایی ها به افغانستان بتونن دسترسی داشته باشن و سنگ آهن حاجیگه که یا استخراج کنن و از طریق راه بلترک می سازن در پاکستان از سینکیانگ چین روان کنن، از طریق ترن خط آهن قرار است یا بسازن بین حاجیگه کابل و ممی بلتن رودی که از در پاکستان ساخته شده میره با وصل کنن. شما فکر کنین اگر نیاز خود چینایی ها از طریق افغانستان بتانن مرفوع بسازن و نیاز دیگه با استرالیا نداشته باشن، شما فکر میکنین استرالیا رو فردا دمپ میکنه چین و باز این فاجعه برای کشور استرالیا خواهد. برای اینکه 40% عواید دولت استرالیا و مردم بزنس های استرالیا از تجارت با چین حاصل میشه. به این خاطر اقتصاد افغانستان، تجارت افغانستان با چین در آینده اهمیت فوق العاده زیاد برای چین و برای افغانستان داره. اگر افغانستان و چین بتونن این تجارت و این رابطه صنعتی را مدنی را ارتباط قائم بسازه، مثلا مثل عینک، آهن حاجیگر، نفت و گاز شمال چینایی ها دسترسی پیدا کنه، پایپلاین هاش ایجاد شوه، از خط آهن ایجاد شوه، برای چین این هزاران کیلومتر کوتاه‌تر میشه، ضرور نیست با کشورهای دشمن مثل استرالیا معامله کنه، گردن خم کنه و گپای زرق بکنه و بسیار سادگی معدن حاجیگر میلیاردها متر مکعب سنگ آهن به 60% غنی
داره، از لحاظ کیفیت خود بسیار بالاست، همچنان مثل عینک بسیار مثل از لحاظ کیفیت خود بسیار بالاست. متاسفانه جنگ در افغانستان موقعی نداد برای افغانستان که ما بتوانیم از یا استفاده کنیم. از این خاطر سرمایه گذاری مثلا روس‌ها در افغانستان تجربه های بسیار زیاد دارن. این سنگ آنه که عرض کردم آخرین مطالعات تکنیکی اقتصادی شده بود توسط روس‌ها شده بود. من بخاطر دارم حتی در این پلان 7 ساله وقتی ما میخواستیم این پروژه ذوب آهن حاجیگک در پلان داخل کنیم، یکوانه مرجع کتاب را که ما واسه کردیم این پلان فیزیبیلیتی استدی بود که روسا ساخته بودن و پروژه سازی، ما از کتاب اینمی کتاب فیزیبیلیتی را که روسا ساخته بودن تخمین کردیم که چقدر مصارف ایجاد یک دستگاه ذوب آهن که 1 میلیون تن 2 میلیون تن ظرفیت داشته باشه خواهد بود و ایرش آمده پلان کردیم. چون یک فابریکی ذوب آهن باید حداقل در شرایط افغانستان اگر 2 میلیون تن ظرفیت داشته باشه از لحاظ اقتصادی این فیزیبل نیست، این مفاد نداره، به این خاطر ظرفیت بزرگ بود. در اون زمان ما بازارم نداشتیم در افغانستان برای قدر آهن و همچنان کشورهای همسایه ایران و پاکستان از خود آهن داشتن و آهن ما ضرورت نداشتن که بخرن، این خودشون یک مزله بود. اما امروز شرایط فرق کرده، امروز افغانستان میتونه 2 میلیون تن آهن را به بسیار سادگی مصرف کنه. اقدر خطوط آهنی که در افغانستان ساخته میشه با آهن ضرورت داره و همچنان مثل اینک اقدر لینای برقی که ساخته قرار ساخته شوه و افغانستان در شبکه های برقسانی در افغانستان ایجاد شوه ای با میلیوناتن با مصر ضرورت داره. از این خاطر در افغانستان هم نفوس هم بالا رفته. ما در زمانی که صحبت میکنم سال 1357 و 56 صحبت میکنم به حساب افغانستان 1975-76-77-78 صحبت میکنم، از این زمان نفوس افغانستان 14 میلیون بود، ما امروز 40 میلیون نفوس داریم. خود ظرفیت ها در داخل افغانستان هم بالا رفته، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مصرفی، از لحاظ تقاضا و همچنان کشورهای همسایه به مواد معدنی ما بسیار اشد ضرورت. به این خاطر برای روسا واضح است، اگر امریکایی از طریق ستلایت چند سال پیش تازه کشف کردن که افغانستان چقدر منرال داره و چقدر مواد داره و برای از اون نو بود و ایره شروع کردن و بسیاری افغان ها فکر کردن که ما تازه فهمیدیم که افغانستان چقدر غنیست، این گپ تازی برای ما نبود. برای زی که این گپ ها را 50 سال پیش دولت افغانستان میفهمید، کسایی که آگاه هستند در امور اقتصاد افغانستان خبر داشتن که ما هم غنی هستیم. حتی من به خاطر دارم روزی که شامی که یورانیوم در خاک در خانشین ولسوالی خانشین بله خانشین من این نامش رو میخواستم به یادم بیارم کشف شد. ما به خاطر دارم ما در وزارت پلان شام بود، ساعتای 7 یا 8 شب بود، امرای عمر داود پسر داود خان رئیس تکنیکی وزارت پلان بود، پلان گذاری و رئیس امی طرح و تعوید کمیتی پلان گذاری وزارت پلان بود، ما با اون شبم کار میکردم در دفترش که تلفن شد و رئیس معدن و صنایع وزارت پلان وزارت معدن صنایع زنگ زد که من میخوام عاجل بهم خاطر ببرم. این سال 1976 است قصهش. او گفته بسیار خوب بیایی. این که آمد با آمد خوش خبری داد که ما در خانشین یورانیم پیدا کرد. شما فکر کنید ما در اون زمان 1976 ما از موجودیت یورانیم در خانشین هلمند بخبر. از موجودیت آهن، از موجودیت مس، از موجودیت خب اجزای طلاباب و یا قیمتی چیزای مواد قیمتی رو خب کل جا افغانستان میفهمه در کجا چی هست، برای که از اسرای بسیار قدیم از زمان فرعون های مصر دنیا لاجورد استفاده الله جوارد افغانستان حتی تا مصر رفته بود، حتی در اهرام مصر در مومیایی های مصر آثار شیافت شده. به این خاطر کشورهای همسایه مثلا روسیه برای از او بسیار مانند دست واضح است که چی در افغانستان وجود داره و چی گونه هم به باید تنزیست. شما باید دارین فابریکی
کود و برق مزار شریف و پروژه های جرقدق که گاز میکشید، یکانه کشوری که افغانستان گاز صادر میکرد از طریق پایپلاین در زمان اتحاد شوروی وقت بود. و این دوباره میتونه کار شود، یعنی روسیه دوباره میتونه به این کار خود مسئول بساده با کمک ترکمنستان، با کمک ازبکستان، با کمک تاجیکستان و از منابع زیرزمینی افغانستان برای تجارت خود استفاده کنه.